من چیکار کنم که به لحظه ی حال بیام اولین تکنیک خیلی از من میپرسن که آی بسیری شما چرا هر وقت استوری میذاری هر وقت پست میذاری هر وقت شما رو میبینیم در حال خندیدنی منم در زندگی مشکلات دارم مسائل دارم بعضی وقتا غمگین میشم ولی میخندم چرا میخندم چون تحقیقات جدید نشون داده که زمانی که شما داری میخندی زمانی که شما لبخند میزنی نمیتونی به گذشتت فکر کنی همین الان داری من رو نگاه میکنی لبخند بزن لبخند بزن زمانی که لبخند میزنی زمانی که میخندی میایی در لحظه حال یکی از مهمترین راه های اومدن به اکنون جاودانه به لحظه حال اینه که شما بخندی پس این شد یک راه دومی حل دومین راه حل خیلی راه حل جذابیه و توی ایران خیلی کمتر گفته شده مرسی که هفت هزار یک درصدی بی نظیر هفت, هزار انسان قدرتمند با اینکه سرعت اینترنت ها خیلی خوب نیست الان دارن منو نگاه میکنن من قدردان لحظه لحظه شما دوستان عزیز هستم لحظاتی که شما برای دیدن این لایو میذاری برام ارزشمند و میخوام به نکته منتقل کنم خب دومین راهی که میتونی بیایی به لحظه حال خیره شدن به یک چیزه بهتره که اگر میخوای خیره بشید به طبیعت خیره بشی یک درختی رو ببینی یک گلی رو ببینی یک منظری رو ببینی و فقط نگاش کنی زمانی که خیره میشی به یک چیز من به این مبل خیره میشم به این موبایل خیره میشم زمانی که من خیره میشم روزهای اول میبینم از زمانی که من تمرکز میکنم روی چیزی که دارم میبینم همه وجودم رو میذارم که این موبایل رو نگاه کنم یه سری افکار وارد ذهنم میشه چند روز که اجرا میکنم میتونم شاهد گذر افکار باشم یعنی چی؟ یعنی من دارم به طبیعت خیره میشم به طبیعت نگاه میکنم بهترین زمانم هفت دقیقه از این کار رو انجام بدی روزی هفت دقیقه به یک طبیعتی خیره شو به طبیعتی نگاه کن بعد چند روز افکار وارد ذهنت میشن و تو میبینی افکارتو این بیشترین میزان آگاهی زمانی اتفاق میافته که تو میبینی چیزی و ولی بهش گیر نمیدی بهش نمیچسبی چون خیره شدی و تمرکز کردی روی یه چیزی میبینی افکار از جلوت دارن رد میشن و میرن میرن ما هیچ وقت جلوی ورود افکار رو نمیتونیم بگیریم ولی میتونیم یه جوری رفتار کنیم که افکار رو ببینیم و افکار رد بشن و بعد من دوباره تمرکزم و میذارم روی چی روی اینکه یک چیز رو نگاه کنم یه نکته دیگه اگر یک درخت رو نگاه میکنم این تحقیقات جدید میگه قبلا آن تحقیقات میگفت اگر میخوای خیره بشی به جزئیاتش توجه کن تحقیقات جدید میگه اگر میخوای خیره بشی و به لحظه حال بیای به جزئیات اون چیزی که داری میبینی توجه نکن یعنی فقط نگاهش کن بدون اینکه بخوای به جزئیاتش توجه کنی روزای اولی که من این تکنیکو می دادم، تکنیک رو انجام میدادم تکنیک خیره شدن روزای اولی که انجام میدادم برام سخت بود ولی هر چقدر که تمرین و تکرار بیشتر کردم دیدم که برام آسونتر شده و خیلی فوق العاده است و سومین راهی که امروز میخوام بهت یاد بدم برای اینکه به اکنون جاودانه بیایی برای اینکه به لحظه بیای. یک راه به شدت ساده است ولی به شدت تأثیر گذاره راه حل چیه؟ ساده بودن گولت نزنه راه حل ساده است ولی به شدت تأثیر گذاره راه حل چیه؟ هر وقت که احساس کردی در گذشته قرقی یا در آینده کف پاتو احساس کن یعنی همین جایی که الان شما نشستی کف پاتو احساس کن اگر کفش پاته کف کفشتو احساس کن زبری کفشتو احساس کن اگر پاتو الان روی فرشه زبری فرشو احساس کن میبینی زمانی که من کف پامو احساس میکنم میام به لحظه حال من خیلی وقتا نکاتی رو بهت منتقل میکنم که هیچ کسی توی ایران این نکات رو منتقل نمیکنه اطلاعات کاملا بروزه که در حین سادگی به شدت تأثیری گذاره و میتونه تو رو به سرعت بیاره به لحظه حال پس نکته اولی که امروز بهتون گفتم چی بود؟ این که انسان های موفق جهان همشون در لحظه حالند آدمای خوشبخت همشون در لحظه حالند هر چقدر که بیشتر در لحظه حال بیشتر باشم احساس خوشبختی بیشتری همراه منه خب این شد نکته اول آریان جان صدای موسیقی به اندازه است بعضی وقتا صدای موسیقی بالاست آها خب بعد مرد مردم به تو فوش میدن <applause> خب مرسی این شد نکته اول نکته دوم برای تبدیل شدن به انسان خوشبخت آگاه شدن به قانون علت و معلوله قانون علت و معلول چی میگه قانون علت و معلول میگه هر چیزی که در زندگیتون اتفاق میفته اتفاقی نیست قانون علت و معلول میگه هیچ چیز این جهان اتفاقی نیست قانون علت و معلول میگه هر اتفاقی که در زندگی شما میفته یک معلوله و هر معلولی در زندگی شما یک علتی داره پس من هر جور که فکر کنم هر جور که اقدام کنم این فکر و اقدام من علت اتفاقات آینده زندگی ماست میخوام بهت بگم که 99 درصد به سمت صد برو اتفاقات زندگی تو خودت در زندگی خلق میکنی پس قانون علت و معلول میگه هیچ چیز اتفاقی نیست قانون علت و معلول میگه هر چیزی که در زندگی شما اتفاق میفته علتی داره و علتش هم خودتی تمام اتفاقات جهان تمام معلولات جهان جهان سه تا علت داره میخوام که این سه تا علت رو یادداشت کنی زمانی که یادداشت میکنی زمانی که روی قانون مسلط میشی دیگه قر نمیزنی که چرا اینقدر من بدشانسم چرا خدا منو دوست نداره من دیروز یه زمینی خریده بودم 6000 متر یه تعداد خیلی کم شاید یک درصد دو درصد سه درصد خیلی خوشحال شده بودن یکی دو درصد سه درصد میومدن میگفتن که آی بسیری تو رو خدا دوست داره من چی بگم؟ من چی بگم به شما رفقای جانم خدا هممون رو دوست داره اگر الان اتفاقی در زندگی میفته که خریدن یه زمین چند هزار متریه این معلوله اگر من یه کارخونه پنجاه میلیاردی دارم این معلوله یک سری علت در زندگیم بوده که معلوله شده این وگرنه که خداوند هیچ کسی رو متفاوت نگاه نمیکنه خداوند مثل یک مادریه که همه فرزنداشو دوست داره مثل یک پدریه که به همه بچهاش روزی رسانی میکنه ولی گاهی وقتا ظرف ما کوچیکه گاهی وقتا ما خودمون جلوی ورود نعمت های خداوند رو میگیریم همه علت های زندگی همه معلول های زندگی ما سه تا علت مرسی آریانجا 9000 نفر مثل این که به صورت آنلاین دارن ما رو نگاه میکنن در یک لایو آموزشی که جایزه هم نداره البته جایزه داره جایزه اینه که شما زندگیتون تغییر میکنه گاهی وقتا هست آدما دنبال جایزه 200 تومانی 500 میلیون تومانی ان اون جایزه رو میگیرن اصلا اسمشون هم افتاد جایزه رو میگیرن فردا روز یه چیزی میخرن بعدش چی بعدش چی اصلا جایزه رو بردی بعدش چی بعدش چی من میخوام چیزهایی رو بهت منتقل کنم که زندگیت خوشبخت بشه تو انسان خوشبختی بشی هر کی تو رو میبینه لذت ببره از دیدن تو همه معلولهای زندگی ما سه علت داره یادداشت کن علت اول اتفاقهای زندگی ما باورهای ماست شما هر باوری در زندگیت داشته باشی در زندگیت میبینیش دومین علت اتفاقات زندگی ما کارماست تو دوره پول سازیم جلسه هفتم اگه اشتباه نکنم توضیح دادم که کارما یعنی بازگشت افکار و اعمالمون به سمت خودمون پس دو تا علت رو گفتم یک باورها تو باورهای فقر ساز داشته باشی فقر رو به زندگی دعوت میکنی باور طلاق داشته باشی جدایی رو به زندگی دعوت میکنی کارما زمانی که بی احترامی میکنی بی احترامی به زندگیت وارد میشه یا پیامش به زندگیت وارد میشه و سومین علت اتفاقهای زندگی ما آدما جواب درخواستهای خودمونه